ماشین دارم مشاهده میفرمایید. حتی خودشون بلند بشن به احترام پهلوان کرمانشاهی. یک پارچه تشویق میکنن یدالله محبی رو. یدالله محبی دوان دوان میاد برای کشک جعفر دلیری، او رو همراهی میکنه. جعفر دلیری خودش هم در نظامیان جان عنوان‌دار هست، یکم مربیان زحمتکش کرمانشاهی و کشورمون. محبی، یدالله محبی، دلاوری که در مسابقات نظامیان جهان در المپیک نظامیان جهان دوم شد، به تاگور قهرمان المپیک باخت و در مسابقات در روسیه اون موفق قهرمان جهان بشه و در مسابقات جام تختی در کشور کشورمون در جام تختی در کرمانشاه موفق شد مدال طلا بگیره، در قهرمان آسیا شده 2019 در قزاقستان سهمی المپیک گرفت. و ببینید در مقابل این کاشیر ارمنستانی که در مسابقات یک لحظه زیرگیری میکنه کاشیگیر و به پول میزنه کاشیگیر ما رو با تفزین خطر رایی پیدا کنیم. این کاشیگیر حالا پار در رو میکنه و یه خطر 100% برای محبی، پار در رو و هم اینجا بالاخره میتونه که از این خطر 100% رایی پیدا کنه. هنوز اینجا بالاخره راهایی پیدا میکنه، دو امتاز میگیره گورگیان قهرمان اروپا شده و نفر دوم جوانان جهان در سال 2021 گورگیان. بیجهت نبوده که قهرمان اروپا و قهرمان جوانان جهان شده باشه. مدال ایران، ایران تماشاگران پرشور کشورمون در سالن تعیین افکن میشه. ببینید که چه رأی رو داوران میدم. خب دوتا میدم و دوتا برای گورگیان در نظر گرفته میشه. مربی ارمنستان میخواست اعتراض کنه که دیگه رأی رو داوران دادن. دوتا چهار امتیاز، یه خاک ممنون به پل زد. حالا کار محبی سختتر و دشوارتر میشه. چهار امتیاز در ابتدای کار از حریف ارمنستانی خودش، قهرمان اروپا و نام قهرمان جوانان جهان عقب میافته. ایرانی با غیرت، چهار تماشاگران پرشور کشورمون در سالن 12 نفره مجموعه ورزشی آزادی. پهلوان کرمانشاهی ما کار سخت و دشواری با این گورگیان ارمنستانی داره. قهرمان اروپا و قهرمان جوانان جهان و در ابتدای کار با یه زیرگیری نشون داد که توانمندی های بالایی داره. بازم در سرشاخ روی دستان حریف خودش کار میکنه و سعی میکنه شرطه برای زیرگیری خودش مهیا کنه. یک بار دیگه ندای ایران، ایران تماشاگران روحیه میدم به یدالله محبی. سرگردان مهار میکنه که بتونه شرطه برای زیرگیری خودش مهیا کنه. گورگیان هم فن و بند کشوری کاملا بیرونه و روی کار کردن دستان محبی خوب کار میکنه و مواظب زیرگیری این کاشیگیر باشه. برقاسا و تکنیکی زیرگیری میکنه. بازم محبی در تلاش از اینکه بتونه قوس میتونه با قوس کردن ها میتونه اختار بدن به نظر من به این کاشیگیر. یک بار دیگه قوس از محبی و سعی میکنه که با قوس کردن تا داره به هم بزنه. این قوس میزنه که تان حریف خودش. گورگیان هم دفاع میکنه اما اداره میکنه کاشیگیر رو، دفاع میکنه اما دفاع هم بلده این کاشیگیر. روی قوس ها و کار کردن دستان محبی تا این لحظه خوب ایستادگی کرده و خوب استقامت کرده و خوب عکس العمل نشون داده. وقتی سیستم استراد فرا میرسه میرن از مربیان کشورمون، آقای جعفر دلیری و آقای مسعود مصطفی جوکار با او صحبت میکنه، نکات لازم به او میگن. آقای جعفر دلیری و آقای مسعود مصطفی جوکار آخرین نکات به یدالله محبی میگن که اسمش در کرمانشاه شیروان هست، اسم مستعارش شیروان و هم سعی میکنه که میاد به وسط شک. یدالله محبی
4 امتیاز عقب هست از حریف خودش. ندای ایران ایران تماشاگران همچنان تشویق میکنن با سریع تر بیاد کشتی گیره. داور با مربی بگه که سریع تر کشتی رو خود روانه کنه، ده ثانیه بیشتر استراحت کرد. مربی تاکتیکش اینه که حریف رو خسته کنه و او رو از پا در بیارن زد نفس با آمادگی بدن. حالا یک بار دیگه قوس میکنه حریف خودشو دستیری کت و سعی میکنه که او رو خارج کنه. یک بار دیگه گدالله مربی اینجا زیرگیری رو زیرگیری حریف خودش میکنه که خواهد کنه حریف خودشو میره خواهد کنه و در تلاش از اینکه بتون دور بزنه و حالا میره برای کنده کشی به نمر کنده کشی از زیرگیری از گرگیان و اینجا پای کشکی رو مطرح خارج میکنه که امتیازی نداره نداره نه چون زانوشون پایین بود قاضی برای سیکم امتیازی نمیدون خسته شده. حالا مربی ارمنستان تقاضای چنلش میکنه تا اینکه کشکیش نفسی چاخ کنه. خیلی مربی هیلگر این مربی ارمنستان میدونه که جز طبیعتا نخواهند داد. ببین اینجا اصلا امتیازی نداشت. یک بار دیگه از این زاویه دیگه با هم ببینیم. یه لحظه اما بلند شد، یعنی حریف رو کند اما سرپا نبود که سرپا نبودم. من که فکر بکنم امتیازی نداشته باشه. حالا ما نظر خودمونو میگیم بدون این که بخوام جانبداری کنیم. بازانو فرود آمد، بازانو فرود آمد، حالت سرپا توش خارج نشد. بازانو فرود آمد آی لیونت فیلم بازبینی میکنم و نظر مربی ارمنستان بود که کشتیش خوب نفس چاخ کرد دیگه. ببینیم حدود یه دقیقه و 30 ثانیه بیشتر استراحت کرد. ایلمنت بله امتیازی نداره، خدمتتون عرض کردم واقعا نداشت امتیاز، واقعا نداشت امتیاز. به کاشکی رو ما میدن چون اعتراضشون مورد قبول واقع نشده. اما باز هم این مربی چلنجش رو به موقع چلنج کرد و یک امتیاز داد. اما کاشکیش 2 دقیقه استراحت کرد. سرحال شد این کاشکی، سرحال شد. حالا بعد اقدام میکنه یک بار دیگه به این شکل زیرگیری. نباید اینجور زیر بده محبی، نباید اینجوری زیر بده به این شکل. ببینیم مثل یه سبقه از زیر گرمیره برای بارانداز، سعی میکنه باراندازم دجام میکنه دویم توی که میگیره. یه بارانداز هم برای دیگه اعتراضون مورد قبول واقع نمیشه، اعتراضی نمیتونه بکنه. حالا محبی که سعی داره بارانداز به اجرا بذاره میره برای بارانداز میشه رو سینهش. یه بارانداز، یه بارانداز، 2 امتیاز. حالا کشی 6-4 میشه. یه بارانداز دیگه بزنه 6-6 برابر. یا علی مدد، یه بارانداز دیگه هم میزنه و حالا کشی رو 6-6 برابر میکنه. اما کشی در ارمنستانی که برانده، کشی در ارمنستانی که برانده. یه بارانداز دیگه، آفرین به قهرمان کرمانشاهی ما. بارانداز بعدی یعنی کاملا خسته شده. 10-6 و داور وسط کشتی رو سرپا میده. این زیر آخری که گرفت و محبی رو خاک کرد دیگه باور کنیم ما هم نامید شده بودیم، ما هم نامید شده بودیم، گفتیم که برد کشتی رو. اما با برانداز های پی در پی و جانان خودش محبی حالا ریسوشه این نظرش میگه یه 2 امتیاز دیگه باید بدم به کشتی رو ارمنستان، چون مو آخر روی کف دست چرخون محبی ما رو. یه 2 امتیاز اگه بدن به ارمنستان باز هم درست است به اعتقاد من و بعدم کشی میشه 10-8. اما رئیسوش خیلی وقفه ایجاد میکنه، این استراحت ها نفس چاق میکنه این کشتی گیر. استراحت ها 6-8 فیلن 6-10 هست، فیلن 6-10 بهمون چه رای رو خواهند داد. بله 8 درست بود، واقعا درست بود 8. موقعی که بارانزه رو کف دست محبی ما رو چرخون اونجا 2 امتیاز ندادن، درسته امتیازات درسته. خدا رو شد که چند بارانداز پی در پی اجرا کرد. ندای ایران ایران دل تماشاگران پرشور ایرانی در سالن تنین افکن میشه و هستیم که
محبی مواظب زیرگیره این کشکیر باید باشه، راحت زیر نده، به خاطر اینکه پر و پیش قرص هست یه مقدار راحت زیر میده، برای این کشکیر وقتی زیر میگیره خاک میکنه، باید زیر نده در مقابل این کشکیر، رو مثل مار زخمی میمونه، هر لحظه ممکنه نیش خودشو بزنه، با دقت زیادی داشته باشه محبی و اداره کنه کشتی رو، اداره کنه کشتی رو. باز هم در تماشاگران بی وقفه با همه وجود ندای ایران ایران. آقای جعفر دلیدی، آقای مسعود مصطفی، تو کار مشاهده می فرمایید پهلوان کرمانشاهی ما در آوردگاه مسابقات نظامیان جان اومد، اومده تا یه طلای دیگه سید کنه. خدمتتون عرض کردم این کشتی خیلی سخت و دشوار هست برای کشتیگیر ما، کمتر دبه زیر قدام میکنه، یه زیرگیری از گرگیان، خیمه سنگین از محبی، شمارش معکوس نیشمنن تماشاگران، شمارش معکوس نیشمنن به سود خودش تا برمی میرمه، شش امتیاز، شش ثانیه، شش ثانیه میره برای بخولنگ، سعیداش بخولنگ اجرا کنه که موفق نمیشه، یه لحظه تعادل کشتیگیر ما رو به هم داد، چه کشتیگیر این گرگیان، یه لحظه تعادل ما رو به هم داد. خسته نباشه دلاور، خدا قوت پهلوان، تبریک میگیم این پیروزی رو به جدالله محبی، به هموطنان از این به کرمانشاهیان، به همه عزیزانی که قلبشون برای ایران از میتپه. چه کشتی گرفت این محبی، واقعا قلبمون از سینه دیگه ها شر می اومد. اون بخولنگ آخرم خیلی سخت بود، یه لحظه تازه به این زیرگیره شدیم به این شکل، این هم یه پاروکار، بله دوتا دوتا دادن به این شکل، خیلی تکنیکی کار کرد، با هم می بینیم حملات پی در پی این کاشتگی رو، گرگیان رو. ما برانداز های یادالله محبی امان حریف و بارید، این برانداز های بی نقصه اینجا، بله روی کف دست این چرخین اونجا دو امتیاز داشت، بعد از دیگه محبی برانداز اجرا کرد چپ و راست مثل شمشیر دوله و دو طرف برید و موفق شد 10 امتیاز بگیر از حریف خوده، چپ و راست 4 تا برانداز زد. با هم میبینیم هنرنمای پهلوان کرمانشاهیم هنو در اول دیار پهلوانان، واژه پهلوانی در کرمانشاه معنا داره، تعریف داره، سفره‌داری و